بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الرسل ای پیغمبران. کلو من الطیبات بخورین از چیزهای پاکی این رد شرک است در عمل یعنی در عمل حکم مخلوق در خوردنی ها تطبیق نکنین ان الچس واعمال صالحا و اعمال صالحا بكن يقينا ما بما تعملون بهش شما عمل میکنید عليم بيسيار با هستم و هذه امتكم امه واحده اي امتي که ما بر شما گف ميذنم که امت اسلام هستن از زمان ادم عليه السلام تا أكنون اي يك امت واحده هست و ربكم فاتقون وما ما الرب شما هستم بس تقوا بكن بترسين از الله و کار نکنین که شما را در اختلاف برتن فتقت تا قارچه پارچه شدن تفرقه کردن از هم جدا شدن چی کردن تفرقه کردن و قطعه کردن چی رم هم, هم کارهای خود را بین هم در میانشان زبورن به حزبای مختلف سر خود خود به احزاب چی کردن تقسیم کردن ای حزب راست و یه حزب چپ و یه حزب اسلامی و یه حزب کافری و یه حزب راستی و یه حزب دروغ و ای حزب چطورکای ای ای این مردم خیسن اینی خدا حزب حزب و گروه گروه ساختن کل حزب به مالده این فرحون بازه ار حزب دیگه هر گروه دیگه به چیزی که پیش خودشان بود بازه دیگه خوشحال بود که اساس نامه ما بسیار خوبش است و برنامه ما بسیار خوبش است در حال که خودمی حزب چی کرد؟ سبب تفرقه و جدایی بین امت شد امت اسلام امت اسلام امت اسلام است نیاز نداره که حزب سازی بکنه و حزب گرایی بکنه و تقسیم بندی به احزاب شون، هم الله متعال میگه بگذارشان فی هم که دمی غفلت خود چی باشن حتی حین دمی غمره و غفلتشان تا یک زمان زندگی بکنن ای حسابونا آیا می مردمایی که تفرقه میکنن اختلاف میکنن بیدینی میکنن یا تو گمان میکنن انما هم به من مال و بنین که آنچه که ما بر از اینا میتیم یعنی مدد میکنیم اینا را با مال و با فرزندان وقتی برشان مال میتیم و فرزند میتیم نصاری الله هم فی الخیرات باز ما در نیکی ها هم بر از اینا شتاب میکنیم مال داشتن و فرزند داشتن دلیل رسیدن نیکی ها نیست بلکه نیکی ها را خودت باید برای خود جلب کنی بل لا شغلون میگه اینا شعور ندارن این یقینا مسلمان های حقیقی کسانی هستند که هم من خشیت ربهم مشفقون که چی هستن اینی صفات داشته باشن بعضی از صفات مؤمنین موحد در اول سوره بیان شد در اول سوره صفات مؤمنین گفته شد آل بعضی صفات دیگه از از مؤمنان را میگه میگه که ان الذين یقینا کسانی که مؤمنای حقیقی هستن اونا چی صفات دارن هم ایشان من خشیت رب مشفقون از ترس پروردگار خود بسیار مشفق هستن یعنی ترسان هستن همیشه توحید در خشیت را مراعات میکنن توحید در خشیت چیست که اینا از الله می و از مخلوق نمی ترسن خشیت دو قسمه است که خشیت توحیدی هست که انسان از الله می یکی خشیت شرکی هست که انسان از بیوز الله از مخلوق میترسن و قسم سوم هم داره خشیت که او خشیت عادی هست طبیعی هست که یک انسان از یک چیز مزر مثل از شیر و پلنگ و ترا طبیعتا میترسه ای باز در توحید داخل نیست ای باز عادی هست هر کسی را می داشته باشه اما خشیت حقیقی که انسان از جلال و عظمت از او میترسه در اونجا محبت و خوف و رجا می باشه باز او خشیت توحیدی هست اینا خشیت توحیدی دارن یک والذین هم به آیات ربهم یؤمنون دومی است که اینا به آیات الله به دلایل قدرت الله چی ای آیات الله در قرآن باشه چی آیات الله در احادیث باشه چی آیات الله در وجود خودشان باشه و یا هم در عالم هستی باشه به هم ایمان می داشته باشن و هم به ربهم لا یشرکون سوم صفت دیگه شان چی که اینا مؤمنین حقیقی کسایی هستند که بر رب خود به خالق خود در ذات و صفات و افعال و عبادت و اطاعت در پنج چیز مخلوق را شریک نمی سازن و ما اتو و قلوبهم وجلتون انال میگه دیگه صفت مؤمنا کی است که اونا میدهند ما آتو آنچه که میدهن یعنی حق الله را درست انجام میتن و قلوبهم وجلتون با وجود از این هم قلبهایشان در ترس میباشند انهم الى ربهم رب راجعون یقینا که اینا به سوی پروردگار خود رجوع میکنن اولای که یسار فی الخیرات اینی مردمایی هستند که شتاب میکنن در نیکی ها و هم لها سابقون و ایشان در امی کار و نیکی های خود سبقت میکنن، ولا و نکلف نفسا الا وسعها و الله مطال میگه که ما مکلف نمیسازیم یک نفسی را حالا بعضی کسا می که چرا بعضی مردم ها اشتباه می کنند غلطی می کنند زورش نمی رسه عبادت ها سخت است الله مطال میگه نه، نی و لا نکلف نفسا میگه ما مکلف نمیسازیم یک نفسی را الا وسعها مگر به مو اندازه که توان داره. یک نفر استاد میتونه نماز بخونه سرش نماز فرض استاد سرش فرض است یک نفر استاد هم نماز بخونه میگه شش تکایی برات فرض است یک نفر دیگه شش تکایی هم خوانده نمیتونه میگه خیر از بمی پالو افتادگی که هستی همین قسمم تو باش نماز خوانده میتونی یک کسی رکوع سجده کرده نمیتونه میگه خیر از باش اشاره هم الله متعال میگه که ولا نكلف نفسا الا وسعها ما مكلف نمیسازیم یک نفس را مگر به اندازه قدرتش ولدينا كتاب الله متعال می بنظر ما کتاب است که ينتقل الحق که این بیان میکنه به حق توحید بیان لا یظلمون در قسمت ازیا هیچ وقت ظلم نمیشه بلکه بل قلوبهم في غمره بل قلبای خود از در غفلت است من هذا از قران و از سنت و اعمال من دون ذلك بعضی اعمال ساختگی دیگه دارن که به هم لها عاملون که بازنا او را عمل میکنن حتی اذا اخذنا مترفیهم باز الله مطال میگه که باز ما شروع کنیم اول امور رهبریت و سیاست مدارا و پولدارا و سرمایه دارایشان را بالعذاب به عذاب بگیریم اذا هم ارون بازی ها چیغ میزنن اما تو چون چون میکنن جعر چی را میگه چونست میکنن نمیگه یکان تو بعضی حیوانات ها که سرش فشار بیارن میگه باز خدا حیوان تو چون چونک میکنن لا تشعر اليوم امروز بسیار چیغ و فریاد و صدا و چونچونک نکنین انکم منا لا تنصرون شما کسایی بودن که قبلا از ما نصرت نمیخواستین خودتان میفتین که خود ما قوت داریم خود ما بالای خود باور داریم قد کانت آیاتی تطلع علیکم الله مطال میگه یقینا آیات ما دلایل ما تلاوت میشد بالای شما فکنتم علی اعقابکم تنکسون باز شما بر عقیبتان چی میکردین اعراض میکردین پشت سر میرفتین برگشت میکردین چرا برگشت میکردین از شنیدن قرآن و سنت مستکبیری بهی بسیار تکبر میکردین که ما نیاز نداریم به این قرآن ما نیاز نداریم به این سنت خود ما صاحب اندیشه هستیم خود ما صاحب فکر هستیم حکومت مردم توسط مردم برای مردم با عقل خود حکومت می سازیم، با عقل خود قانون میسازیم، با عقل خود تطبیق میکنیم، این تکب، گپای تکبری را می دهن. سامرن تهجرون این احکام الله را می گفتین این قصه ها هست ای گپا اضافی هست تهجرون از پیش از این دور خودم می ساختن. افلم یا دبرو آیا اینا تدبر نمی کنن؟ القول امی کلام الله را ام جا اهم ما لم آبا اهم الاولین یا ای که آمد برشان آنچه که نامده بود بر قدرهای اولیشان ام لم یعرفو رسول هم یا ای که نفامیدن نشناختن رسول خود را فهم لهم انکرون بازیا از او انکار میکنن ام یا قولون بهی جن یا میگن که به ای پیغمبر که از دیوانگی هست بل جا بالحق در حال که ای پیغمبر بلکه ای پیغمبر آورده برشان حق توحید و اکثر هم للحق کارهون اکثریت از اینا توحید خوش ندارن بسیاری کسا که است میگه بر ما توحید گپ نزن وحدانیت الله را بیان نکو شرک نگو چوری گپا را میزنی؟ دیگه قصه بگو شعر بگو فکایی بگو یگان قصه بگو خوش ما میگه یا امیر للحق کارهون ولو تبع الحق و احواه هم اگر میگه که امی شریعت الله مطابقت میکد احوا و خواهشات از اینا را احکام الله و شریعت الله مطابق خواسته های از یم باز چی میشن؟ الله مطال میگه لفسدت السماوات والارض باز آسمان زمین فاسد میشن چرا یا خود چیزهای تقاضا دارن که و من فیهن و هر چیزی که در آسمان زمین است کلش فاسد میشنن چرا اینا کارای میکنن که او را سبب فساد زمین و آسمان میشن بل آتیناهم آتیناهم به ذکرهم فهم عن ذکرهم موردون بلکه الله متعال میگه ما دادیم ایشان را به ذکرهم با نصیحت و شریعت را که فهم عن ذکرهم اینا از امی یاد کردن شریعت از شریعت الله موردون اعراض میکنند ام تسالهم خرجا بعضی کسا میگه شاید ای پای پیغمبر یا قبول نمیکردن البته پیغمبر از پیش از اینا یا دعوتگر اسلام از پیش از اونا پیسه مطالبه میکرد یا به خاطر که پیسه نداشتن الله مطالبه میگه ام تسالهم خرجا ای رسول الله صلی آیا تو از اونا تقاضا میکردی کدام مزد یا پول یا اجوره پیغمبر هیچ وقت هیچ تقاضا نمیکرد فخراج و ربک خیرون اجوری که الله بر تو میته او مزد و پاداش که الله رب تو بر تو میته خیرون بهتر است وهو خير الرازقين الله متعال بهترین رز دهنده ها و انکم الى صراط مستقيم ای إيه رسول الله صلى الله عليه وسلم تو اونارا دعوت میکنی به طرف راه الذين لا يُؤْمِنُونَ بالاخره اما كَسَانِكِ که به عن الصِّرَاطِ لناکبون اینا از راه درست چی یک طرف هستن ويا هم ميلانشان به وين طرفا الذين لا يؤمنون بالاخره وَإِنَّ الذين ويقينا الذين كسانك لا يؤمنون بالاخره إيمان با اخرت عن صراط از راه مستقيم لَنَاكِبُونَ اونا مَيْلْ میکنن به طرف غلط ناكب یعنی کسی که مایل میکنه به ها ولو رحمناهم الله متعال میگه اگر ما از زنا رحم بکنیم و کشفنا و دور بکنیم ما آنچه را که بهم در وجود ازنا اینا من در از کدام تکلیفی للجو فی طغیانهم اونا دوباره اصرار میکنن لج میکنن لجو میکنن اصرار میکنن بچی با چی؟ بمو فی تقیانهم ده امو سرکشیشان یعمهون که خوب دو سرگردان و غرق می باشن ولقد الله متعال میگه ولقد اخذناهم بالعذاب یقینا که ما اینا را معاخذه کردیم گرفتیم بالعذاب به عذاب فمستکانو بهیم وقتی که عذاب الله نازل میشه دو قسم مردم هستن یک قسم مردم مردم های دیندار هستن که وقتی یک سختی یک مصیبت سرش می فورا رجوع میکنن به طرف رب خود به طرف الله مراجعه میکنن اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر کدام مصیبت میرسید رسید فورا سر اعمال خود تجدید نظر میکردن که مصیبت حتما ما کدام اشتباهی کردیم کدام غلطی کردیم که این سبب شده که الله سر ما عذاب نازل کرده اما انسان های بیدین برعکس وقتی که بالایشان عذاب نازل میشه فمستکان و لربهم باز اینا عاجزی نمیکنن به پروردگار خود رجوع نمیکنن به پروردگار خود و ما یتدر اون و نه هم تدر و زاری و عذر می پیش میکنن پس فرق از بین مؤمنین و بین از کافرایی که با وجود که عذاب سرشان نازل شود و انوزم تغیان میکنن سرکشی میکنن آنوز باز غذاب الله را بر خود بیشتر جلب میکنن حتی الله متعال میگه تا زمان اینا جنایت میکنن و توبه نمیکنن و رجوع نمیکنن اذا فتحنا وقتی که باز بکنیم علیهم بالایشان بابا ذا عذاب شدید تا او وقت یا بمی جنایت خود و جرم خود و گناه خود ادامه میتن تا که الله متعال میگه باز دروازی عذاب سختتری را بر از باز بکنیم ازا هم مفیه مبلسون باز او وقت اینا چی میشن؟ نامید میشن یعنی از این ما شما تو درس میگیریم که سر یک انسان یک سختی یک تکلیف یک مصیبت میه و این مصیبت که وقت سر انسان میه بر امتحان است این مصیبت سر انسان وقتی میه که از انسان یک اشتباه و یک غلطی رخ میده پس انسان مؤمن متوجه میشه که والا این مصیبت سر ما آمد ما باید به با بارگاه الله رجوع بکنم و از اشتباه خود توبه بکنم اما انسان های بیدین اینا در این جرم جنایت خود ادامه میتن تا زمانی که سر از اینا دروازه سختتر عذاب باز وقت عذاب بزرگی الله میره که او عذاب باز بسیار سخت میشه با زیاد دیگر میشن و هو الذي و الله ذاتی هست و هو و او یعنی الله متعال الذي او ذات است انشأ افردهت خلق رده لم برا شما السمعه ح السامعه والابصار و حص الباصره شمان شما والافعدة و قلبها شمار هم الله خلق رده قليلا ما تشكرون ا مردم بسار م به توحيد مراجعه مننسمردم بیدین هستن با وجود از که الله مطال برشان حواس خمسه خلق کرده قلب برشان خلق کرده نیمت های خود را نازل کرده تا که اینا استفاده بکنن لیکن قلیلا ما تشکرون بسیار کسایی که شکر الله را میکنن و بزرگترین شکر نیمت های الله توحید است بسیار کم اینا موحد میشن بسیار کم اینا به نیمت های الله سپاسگزاری میکنن وهو الذي والله متعال ذاته زرعكم في الارض شماره منتشر ساخت شماره پراگنده ساخت شمرة تیت کرد في الارض در زمین واليه تحشرون وبسوي الله متعال شما حشر ميشين جمع ميشين وهو الذي والله متعال ذاته يحيى زنده ويميت وميميرنت وله اختلاف الليل والنهار و تغيير تغییر شب كردان روز بقدرة هم به قدرت الله است الله متعال دلائل قدرت خدا دلائل ای الله خالق آصمان ها و زمین و خالق انسان ها هست بیان می دلیل الله زنده کننده الله میراننده هست دلیل که الله متعال تغییر دهنده و مالک متصرف زمین و آسمان شب و همه اینا الله هست افلا تعقلون پس شما چرا معقولانه با تعقل با دانش با فهم با درک شما این مطالبه در بارش تحقیق و فکر نمی کنید. بل بلکه این مردم های بیدین قال و سخنهایی میگن مثل ما قال الاولون مثل امو انسانهای عقب مانده انسانهای تاریک فکر های کهنه فکر سابقه های کهنه فکر سابقه چی بودن؟ اما دلائل پوش و بیارزش را می گفتن چی می گفتن؟ قالو می گفتن ایزا متنا وقتی که ما بمیریم و کننا و ما تبدیل شویم به خاک و ایزا من و استخانها اینا لمبعوثون باز باد از ما دوباره زنده میشیم دوباره برنگیخته میشیم لقد وعدنا نحن و آباؤنا باز من که وعده داده شدهاست بر ما و پدران ما هذا من قبل ا قبلا هم بر ما ای وعید و ا سرزنشها بیان شده بود ان هذا الا اساتر الاولين باز من که ای قرآنو ا سنت ا دین س عساتر س اس قصههای اولین سابقه هست قل برشانا رسولالله صلى الله عله وسلم لمن الارض و من فیها شما که میگین ما از عقل خود کار میگیریم صاحب فکر هستیم پس مالک زمین کی هست از کسی که ادعا بکنه که ما زمین پیدا کردیم غیر از خالق متعال این زمین از کی است و من فیها و این مخلوقاتی که در زمین است شما میبینین چی انسان ها هستن چی حیوانات هستن چی جامدات هستن چی مایعات هستن چی گازات هستن این مخلوقات که خلق کرده إن كنتم تعلمون أجر شما حقيقة علم ودانش جارين إي مردم سيقولون بس خدشان ميجاك لله بله زمين زمين إي الزمين وانشي در الزمين سي مخلوقات مربوطة الله بل بله را الله خلق ده. قل برشان بقو أفلا ذكرون بس چرا پان نمیگیرین؟ پس چرا, چرا صفات الله بس منکر میشین وقتی که از الله هست چون مشرکین ابو جهل ابو لحب مشرکین عادتشان است که به ربوبیت الله اونا یقین داشتن ابو جهل میگفت که الله خالق آسمان ها و زمین است ابو لحب هم میکنه میگفت اما اونا مشکلشان ای بود که باز اونا در عبادت الله مشکل داشتن یکی توحید ربوبیت است الله خلق کننده هست. ابو جهل ابو لحب مشرکین کلشی را میگه بله الله ما را خلق کرده. خلق آسمان و زمین که اسمش میگه الله هست خیلی مشکلشان در چی است مشکلشان دی است که باز امو الله که او را خالق میپذیرند باز بر او عبادت نمیکنند امو الله که او را خالق خود میپذیرند باز شریعت از او را قبول نمیکنند پس مشکلشان در توحید الوهیت است اینمیر الله مطال میگه قل من رب السماوات بگویی رسول الله صلی الله علیه و سلم بر ابو جهل بگو بر ابو لحب بگو با امیه ابن خلف بگو با دیگه مشرکی نکستن برشان بگو که رب یعنی خلق کنندی آسمان های هفتگانه من رب و سماوات سب کی از آسمانهای کنندی آسمان های هفتگانه و رب العرش العظیم و کیست رب عرش بزرگ یعنی خلق عرش بزرگ کی هست؟ این الله مطال میگه که چون اینا بر ربوبیت الله تسلیم هستن سیقولون لله زود میگن که بر الله هست پس وقتی که میگن بر الله هست قل برشان بگو افلا تتقون پس شما چرا تقوا نمیکنین نمیترسین چرا نمیترسین چرا میری زیر پای مخلوق سجده میکنی چرا بر بت سجده میکنی چرا بر قبر سجده میکنی چرا با یک مخلوق زنده رکوع سجده میکنی چرا قانون مخلوق به شریعت الله تطبیق میکنی وقتی که میفهمی که خالق آسمان ها و زمین الله هست این می فرق است بین مشرک و بین کافر کافر مطلقاً خالق نمی پذیره میگه آسمان و زمین و یا کلش کس یا کلش چی هسته کلش هم میگه کافر میگن که این کل زیر چیز خلق کرده چی شده میگه تصادف است آسمان هم تصادفی آمده یا هم تصادفی آمده یا و که میگه هم تصادفی است گلاس یا هم تصادفی است وقت من میگه تصادفی, دیگه؟ تصادفی است دیگه خو گلاس هم میگه یا تصادفی است قلم نیس چی است میردن چایناس، خو خود تقه بیعقل استی که خود تصادفی و این قلمت چی داره میردن داره پس کافران مطلقاً این کار میکنن مشرکین توحید ربوبیت قبول داره توحید سه قسم است یکی ربوبیت است افعال الله است خلق کننده روزی دهنده یارا قبول دارن زنده کننده میراننده یکی دوم قسمش توحید الوهیت است الوهیت باز دو بخش داره توحید عبادت است و توحید اطاعت مشکل مشرکین در چی هست که توحید ربوبیت قبول دارن میگن که الله خلق کننده هست اما توحید الوهیت باز قبول ندارن باز میرن با ایواز الله به با بتها به با قبرها به مجسمه ها به سنگ و به چوب و به فلانی ها سجده و عبادت میکنن و یا به ایواز شریعت الله میرن قانون فرعون قانون هامان قانون پدرای خود قانون دار الندوره قانون جاهلیت این قانون ها را قبول میکنن خب قل باز الله متعال میگه برشان که من بیدیه ملکوت و کل شی بگو بر از این مشرکین که حکومت که در کائنات و در جهان هست تحت از, از این حکومت آفتاب است محتاب است سیارات است کهکشان ها هست کل چیز حکومت ازی این بدست کی هست و هو یجیر و او ذات که دیگرا را پناه میته و لا یجار علیه و بر او کسی پناه داده نمیشه این کنتم تعلمون اگر شما میدانین بازی مشرکین بگن سیقولون لله واسه میگه ای هم مربوط الله هست قل فانا تسحرون پس شما از کدام جایی هستین که مغزتان سحر شده آیا خی مغزتان جادو شده بل بلکه آتیناهم بالحق الله متعال میگه که آوردیم برشان بالحق توحید را و انهم لکاذبون بازی ها دروغگوی هستند چرا مشرکین در عبادات 50% فیصد پنجا فیصد میکنن میگه فیصد برای الله عبادت میکنیم قبول میکنیم میگه ما الله را قبول داریم آسمان زمین الله خلق کرده نماز روزه عبادت میکنیم خب 50% فیصد دیگه آلی دوستای الله هستی مجسمه را که ما ساختیم مجسمه یک ولی الله هستی مجسمه یک پیغمبر است ایلات و منات و حوبل اینا کلشان شخصیت های خوب بودن شما اولیاء را قبول ندارین ما 50% فیصد عبادت بر الله میکنیم پنجا فیصد عبادت بر کی میکنیم با اولیاء الله میکنیم این مجسمه کسی خود دوست الله هست آل مجسمه عیسی مسیح را جور کرده بدن میفتنی دوست الله نیست پیغمبر الله نیست مجسمه ابراهیم علیه السلام در دا داخل کعبه مانده بودن میفتن این پیغمبر الله نیست اسماعیل علیه السلام پیغمبر الله نیست این 360 مجسمه کس میگفتن 360 ولی از اولیاء الله هستن شما اولیاء الله را قبول ندارین در حبشه که میرفتی قبرها بود جور کرده بودن مفتنی قبر فلان شخص هست، قبر فلان ولی هست ما میریم برای زیر رکو میکنیم سجده میکنیم برش نظر میبریم شما رو قبول ندارین رسول الله صلی الله علیه گفت که اسلام این قسم نیست اسلام همین است که لا اله نیست هیچ معبود به حق هیچ کس نه بود نه مجسمه نه قبر نه ولی نه نبی نه پیغمبر نه ملائکه هیچ کدام از یا مستحق عبادت نیستن الا الله غیر از الله ایناله الله متعال میگه که بل آتیناهم بالحق ما بر از حق آوردیم و توحید آوردیم چی مانا؟ توحید حقیقی است که تو باید تمامی اقسامش را قبول بکنی در ربوبیت ربوبیت الله را قبول بکنی در پالوی از در الوهیت الله هم باید قبول بکنی عقیده و فکر و اندیشه تجزیه نمیشه او نمیشه که مثلا اگر فر بگه نماز صبح ما در مسجد میخوانم پیشین ما کلیسا میخوانم دیگر ما میرم در مندر میخوانم والا ما میخوایم که همه تو کلشه قسمی نمیشه یا باید مسلمان خالص باشی اما اون دو هم قبول نمیکنه که بگی من میخوایم اون دو باشم هم بیاید مسلمان باشم میگه نه بدارم یک راه را بگی صحیح هست متوجه هستی از این خاطر امی امریکایی هم که هست میگه نه ما قسمی قبول نداریم که تو بگی من مسلمان هستم و هم فلانی هستم یک راه را بگی اینمی دموکراسی را قبول داری اینمی حکومت مردم توسط مردم برای مردم حاکمیت مردم اینمی انسان خدای ماست. اینم انسان خداست امیر قبول داری یا نداری اینم قانون میسازه اگر قبول داری خوب چوکی خوب مقام خوب زندگی خوب همه چیز نداری تمام فشارها رو سرت میارم تا که قبول بکنی این بعضی کسا هست فکر میکنه که ما میتونیم که دین تجزیه بکنیم فکر تجزیه بکنیم اندیشه رو تجزیه بکنیم میگه نه نه ایگپ میگه گپ چی هست غلط است بس الله متعال میگه بالحق بل اینا بلکه ما برزين آورديم توحيد را و اينها كاذب دروغ ميگن يا خالق است قبول ندارن تا نه قدر قبول دارن كه خلق كننده خي عرسي تا چطور ميگه ميگه عرسي رواج مردت رواج عبادتت بدلم قانون بدل خود اينه اه الله متعال ميگه ميقى دروغ ميگن دروغ ميگن اگر كس مؤمن حقيقي باشه باید تمام احکام الله را قبول ما اتخذ الله من ولد و ما معه من اله وجابازي جه بعضی مثلا نصرانی ها باز میگفتن که الله عیسی پسر مریم كاس بچه الله هست مشرکین میگفتن که ملائکه دخترای الله هستن يهود میگفتن عزیر بسیار شخص خوب بود و فرزند الله بود الله متعال میگه ما اتخذ الله من ولد الله متعال هیچ فرزندی نگرفته هست و ما کان معه من اله هیچ وقت امرای از او معبود دیگه نبوده چرا اینا میگفتن وقتی که فرزند بگیره باز فرزندش هم به اله مبدل میشه چه قسم اله مبدل میشه میگه درست است عیسی مسیح انسان بود باز در وجود از چی شد پرنده داخل شد حلول کرد که این روح القدس بود اینه پس میگه روح الله داخل شد ای انسان بود از انسان مبدل شد به چی؟ به اله عقیده حلول اساس عقیده نسرانی است که میگه انسان اول انسان می باشه باز پسان چی میشه؟ العیاز بالله میگه الله در وجود این داخل میشه بازی انسان از ناسوت مبرایه از انسانیت باز لاهوت میشه الله متعال میگه که ما اتخذ الله من تخذ ولدن الله متعال فرزند نگرفته و ما کان معه اله امرای هیچ معبود دیگر نیست اگر می بود اذن لذه و کل اله به ما خلقه باز هر معبود میرفتن با او چیزی که او را خلق کرده باز آفتاب یک کس خلق میکرد زمین دیگه کس خلق میکرد مهتاب دیگه کس خلق میکرد لا على بعضهم على بعض باز یک معبود بالای معبود دیگه خدا علا بزرگی میکرد او میگفتم روز روز باشه دیگهش میگفت نه من نمیمانم که روز روز باشم یا میخوام که شو باشه بازی نظام کلش چی میشد از بین میرفت از این خاطر دانشمندای بزرگ ساینز، یک ساینسدان بزرگی که میگه من مسلمان شدم علت مسلمانیم امی بود که این کهکشان ها را فهمیدم که ایره خالق خلق کرده بسان به اساس عقل خود و به اساس ساینس و علوم ساینسی ما که وقتی آفتاب با وجود انسان سازش داره وقتی که درخت ها میوه ها با میدی سازش داره معلوم میشه که خالق آفتاب و خالق زمین یکی است خالق میوه و خالق میدی یکی هست چرا اگر ای آیت قرآن می میگه که اگر کل معبودای زیاد میبود هر کدامی سر دیگه خدا چی کرد؟ برتریت میداد. دو میگه و ما و چی آفتاب ما خلق کردیم انسان بخ... مخلوق تو هست به ما چی که در میگیره ما و شما یک دقیقه ججق میشدیم یک خالق خلق میکرد دیگه ججقش میکرد اما ای که او آفتاب هست و ما و تو هم هستیم معلوم میشه که خالق آفتاب و خالق ما و تو خالق یگانه هست الله متعال میگه اگر ای قسمی بود که امرای الله متعال معبودان دیگه می بود لعلا بعضهم علا بعض على چی مانه؟ یعنی بزرگی می برتریت می جست کلان کاری می کرد، خدا عالی می دانست. بعضی از این معبود ها برای بالای بعض معبود دیگه او می گفت من چرا گفت تو را قبول بکنم یک معبود تو هستی یک معبود من هستم من هم خواهم که نیم انسان باشه یک نفر را می یکیش می آمد مرد باشه و دیگه می نه زن یک دقیقه فکر بود که زن شدی باز باز اینا یکی دیگه اینا خوب, خوب. تعدد الها خمیر معنا را میتا که یک مخلوق هر کدامش زور داشت و میگفت که انسان و دیگهش میمد میگفت نه حیوان یک دفعه سعی میکنه که دم کشیدید دیگه دفعه باز میگفت که او دیگهش میمد میگفت پشک سعی میکرد وای پشک شدم این چی حالت است الله متعال میگه امی که تو انسان هستی به حیوان و به پشک و به دیگه چیز مبدل نشدی معلوم میشه که خالق تو ذات چی است یگانه هست و هیچ کسی بالای امر ازی امر کرده نمیتونه اونم خالق است که اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون تو رو گفت که انسان باشی انسان شدی او رو گفت که حیوان باشه او حیوان است آفتاب گفت که تو آفتاب هستی هرقدر انرژی زیاد داری لکن برای انسان به مو اندازه انرژی بده که ای استفاده بکنه اما درش نتی و سخر لکم الشمس و القمر ای خالق باز چی کرد؟ آفتاب بر شما چی ساخت؟ مسخر ساخت چی بانه مسخر یعنی آفتاب بر تو در خدمت تست انرژی ضروری که در وجود تو نیاز به ویتامین دی داری او رو بر تو تولید میکنه در وجود تو اما تو رو در نمیته اینه می مسخر ساختنش است اینه الله مطال امید دلائل بر انسان ها میگه که شما اگر خدا میگه ما بسیار عاقل هستیم فامیده هستیم ببینین هر مخلوق و وجود هستی دلیل از بچی به وجود الله و وحدانیت الله متعال خب سبحان الله عما یصفون الله میگه پاک الله از آن چی که توصیف میکنن گاهی میگن که در وجود از انسان الله داخل شده میگه الله از پاک است میگن الله فرزند داره از الله پاک است میگن تعدد معبودات است این معبود است وام است وام است الله متعال از تمام آن چی که اینا توصیف میکنن چی هست از, از پاک عالم الغیب و شهاده الله متعال عالم غیب و شهاده هست پس فرق علم انسان با علم الله چی است؟ انسان علمش ناقص است علم الله کامل است علم انسان محدود است ما در رشته خود عالم هستم تو در رشته خود عالم هستی الله متعال علم شامل تمامی امور است علم ما و تو به ظاهر است ما ظاهرا تو را میبینیم میگیم بسیار خوب آدم هستی اما الله از قلبت میفهمه که تو خوب آدم هستی یا کدام آدم خطرناک و جنجالی و بد اخلاق هستی حال الله متعال که هست علمش با علم انسان فرق میکنه که الله عالم الغیب و شهاده الله عالم الغیب است هم آن که در قلبتان و آن چیزایی که غایب است او میدانه و شهادتی و هم چیزایی که آشکار است الله میدان فتعال عما یشرکون الله بسیار مقامش عالی هست از آن که با او شریک میسازن ازی جادوگرایی که اونا میگه ای جادوگرا علم غیب دارن اینی فالبینا علم غیب دارن اینی که تاویز می یا علم غیب دارن او باز ادعا کنه که آه صاحب یک هفته بعد سر تو این مشکل می آیه اینا الوقت که گفته شی یک هفته بعد سر تو مشکل می الله متعال میگه که اینمی علم غیب الله را به این مخلوق میتن الله متعال بسیار چی از عالی مقام ازو؟ از اون از آنچه که اونا مخلوقات را که با امرو ازو چی میکنن شریک میسازن قل رب بگو رب رب ما که است اما تورینی اگر بنمایی ما, ما آنچه را که یو عدون با ایشان وعده کرده می شود رب ای پربردگار من فلا تجعلنی فی القوم الظالمین اینجا به رسول الله صلی الله و به تمام مسلمان ها تو یک ادبی را در مقابل الله تعلیم میده میگه شما بگوین که پروردگار اگر آنچه را که تو بر از اینا وعید میتی اینا را سرزنش میکنی به چی؟ به ای که اینا به کدام عذاب مبتلا میشن اگر اینا را سرشان کدام عذاب را نازل میکنی پس پروردگارا چی کومره مره؟ مره در جمله از اینا داخل نکو متوجه هستین؟ یعنی اللهم باز رسول الله هم دعا میکرد میگفت که اللهم این اردت به عبادی که فتنتن فقبیدنی غیر مفتونین پروردگار اگر بر بنده یک امتحان رو میاری امتحان سختی که باز از او هیچ کس نجات پیدا کرده نمیتونه باز او وقت پروردگار روح مرا قبض بکو که ما دو حالت قرار نگیرم ای چی میگه؟ میگه بگو ای رسول الله سلام ربی ای رب من اما تورینی اگر نشان بیتی بر من ما او عذاب را که یوعدون وعده داده می شود این مردم برشان گفته شده رب باز ای پروردگارا فلا تجعلنی فی القوم الظالمین باز مرا در جمله از ای قوم ظالم ها قرار نده که عذاب بالای ما همچی شود نازل شود اگر روزی میشه که باز نشان میتی که عذاب که سر از نازل کردی پس پروردگارا مرا در جمله بنده های صالح کسایی که عذاب نازل نمیشه در او جمله محاسبه بکنه و اینا على ان نوری الله متعال میگه و ما با آن چیزی که نشان میتیم تو ما نعیدهم. یعنی الله متعال میگه که ما به نشان دادن او چیزی که ما وعده دادیم و عدد قدرت داریم الله متعال میگه این قدرت ما هست که او عذابهایی را که بر از وعده میتیم ای آجل سر از اینا چی کنیم بیاریم و همه از اینا را حلاک بسازیم اما الله مطال میگه این ما چرا نمیریم این عذاب به خاطر ازی که عدالت الهی تقاضایی میکنه که بر هر کس فرصت داده شوه حالا اگر مثلا یک نفر یک استاد است مثال شبرتان بگیم دقیق بفهمین اگر یک معسل دمی سنف یک حرکت میکنه مجال استاد پرسانش میکنه بگو درس دیروزه درس دیروزه یاد نداشتی خلاص دیگه تو من در جدول ناکام هستیم بازی شاکت میگه استاد من یک روز من اشتباه کردم اگر شما مرا وقت میدادین هفته دیگه یاد میگرفتم هفته دیگه یاد میگرفتم تا ختم سمستر کوشش میکردم خود اول نمره جور میکردم پس نال استاد به خاطر ازی که عدالت در مقابل ازی مراعات بکنه دمی غلطی اول و دو میره ماکم نمیگیره بلکه برای چی میته فرصت میته یا یک جوان از اصلا شوخی میکنه ما یک روز یک شاگرد بود بسیار در شوخی میکرد از مکتب که آمده بود شوخ بود در اینجا شوخ است من چیز نگفتم گفتم بچه نامک چی است گفت فلانی گفتم نام پدر جانت چی است گفت فلانی یه کاغذه در اینجا به مانم آمد پشتر من گفت استاد این چی است من گفتم من رو استاد یک لست سیاه داره خود در دا لست سیای مداخل شدی باز گفت استاد اگر من را فرصت میدادی این روز اول بود من گفتم برو خیر از روز اول. استاد خوش است و میکنه استاد خوش طبیعت است و مزاق میکنه خیر من مزاق کردم مسخرگی کردم باز مفتون بچه جان نیستن جای مزاق خوش خندی و ساتری نیست خیلی چطور کنم تو خیر است برو خدا جور باز از لست سیا خلاص میشیم اینال الله متعال میگه که ما این انسان هایی که گناه میکنه در لحظه گناه ما میتونیم میره حلاق بکنیم ما سرش عذاب را نازل کنیم لکن برش فرصت میتیم ده سال، 20 سال، سی سال، چل سال، پینجا سال، شست سال مثل فرعون وارد سعی کن الله یک پیغمبر فرستاد برای فرعون چند تا دو پیغمبر روان کرد و بر گفت برین خیر است با وجود که پای زش زش میگن شما بر سخنای نرم بگوین متوجه هستین و الله متعال باز برش حکومت هم داد قدرت هم داد همه چیز برش گذاشت اینا الله متعال شما سعی کن به بسیار تقیانگر سعی کنی که موتر بسیار لوکس داده خانه بسیار خوبش داره از ما تو بسیار خوب پیسه هست ای چی به خاطر که الله مطال وقتی که در روز قیامت بازم را این محاسبه میکنه بازو وقتی که دلیل نداشته باشه که سه مر یک دو روز وقت نمیده یعنی اشتاد سال وقت داده میتونه هفتاد سال وقت داده میتونه یک ببینی مثلا در وقت تالبا ها اقدر ریش داشت خوب لنگی کلا زده بود پنج وقت در نماز میمد وقتی که حکومت کرزه آمد چپتراش کدیره ما که چقدر خوب آدم است خبر نداشتیم که ریش ریش از ریش چی بوده ترس از خالق نبود ترس از کی بوده از مخلوق بوده از خارج صدای ساز نمی آمد که همین حکومت از رف حکومت دیگه آمد که دنگ دم 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 دم, دم, دم. او این تو یک دفعه شدی؟ تو چند سال هستی سنت تا سایی کن. یک که پیشتر آمد بیخی دموکرات شد سایب. دخترها رام سایی کرد و زن هم سایب بیرون روان کرد دخترش صاحب یک شبی در فرانسه روی کرده بود دیگه مؤسسه و فلان است پشت محرم و یه پای در نیست اینا الله متعال میگه که اینمی انسان ها رو ما میبینیم لکن برشان چی میتیم فرصت میتیم که باز نگوی سوار است که پروردگار را مخ یک گناگک کرده بود مگه مرا فرصت میدادید باز من بسیار خوب آدم میشدم خب در صنف نو لوده بودی نماز نمیخواندی صنف ده لوده بودی نماز نمیخواندی صنف یازده لوده بودی نماز نمیخواندی صنف دوازده لوده بودی نماز حال نمی... در پانتون آمدی حال خز لودگی بفت حال هوشیار شو این بسیاری کسا هست که اینمی چی هستن؟ مشکلشان حال خیر رسول الله صلی اللہ علیہ میگه چی کن؟ این مردم بد اخلاقی میکنن این مردم شما را دشنام میده این مردم مثلا به حیایی میکنن این مردم کارهای خراب میکنن الله متعال بر رسول الله صلی الله علیه و سلم و بر هر فرد مسلمان توصیه میکنه میگه ادفع بالتی احسن و سیعته چی مانا؟ میگه ادفع مقابله بکو دفع بکو بالتی احسن به با آنچه که حسن نی بلکه احسن است بسیار عالی هست از سیعته تمام زشتی ها را سیکرین کنین اخلاق چند مرتبه داره؟ یک اخلاق است مرتبه اول اخلاق در نظام اخلاقی اسلام یک اخلاق ای است که مثلا فلان شخص است بر کس ضرر نمی رسانه ما بر خودت ضررم نمی رسن صاحب اخلاق است میگه تو صاحب اخلاق, اخلاق هستی خو اخلاق ها که سر است میگه خیلی اگه میخواییم که اخلاق مزید که دا عالی تر باشه میگه چی است میگه اخلاق تکه میخوای عالی باشه ای است که اگر او بر تو ضرر رسان آل مثلا شیخ حامد بر من ضرر نمی رسانم. من هم برای شیخ حامد ضرر نه رسانم آل ما چی میگه تو خوب آدم هستی میگه خی خوب از این که اخلاق بلند کدام اگه میگه اخلاق بلندی است که اگر او بر تو ضرر رسان تو برش ضرر نرسانی خیر تو ضرر رسانی من فهمیدی تو ضرر رساندی در اول هر نمی رسانه اخلاق یک کم بلندترشی است که او ضرر می رسانه من ضرر نمی برسانم میگه اخلاق من چطور است میگه از تو پینجا فیصد است او انوزم؟ نه میگه خیزو که در خوبترش چی مانه هست میگه خوبترشی است که او بر تو ضرر برسانه تو با ایواز ضرر رساندن برش منفعت برسانی ای باز اخلاق عالی هست چطور؟ مشرکین میخواستن رسول الله صلی الله علیه و سلم بکشن رسول الله صلی الله علیه و سلم میخواست که اونا در جنت بره اونا ضرر میرساندن و حتی برنامه قتلش می میساختن و رسول الله صلی الله علیه و سلم برنامه چی را برشان میساخت برنامه قتل برشان نمیساخت بلکه برنامه چی را جور میکند شاو دشمنای اسلام بر رسول الله صلی الله چی برنامه میساختن که ایره بکشن اما رسول الله صلی الله علیه و شو برنامه می ساخت بر ازی که چه قسم اینا هدایت شون به جنت الله برن چه قسم اینا شخصیت های عالی شون چه قسم زندگی از اینا عالی شون پس اینی هست که ادفع بلتیه احسن یعنی ای رسول الله صلی الله علیه و سلم مقابله بکو اعمال زشت از اینا را با امو اخلاق بسیار عالی تو که او چی است؟ که اونا ولو که برای تو برنامه کشتن تو را دارن تو بر از اونا برنامه چی را بساز؟ برنامه که اونا را به جنت ببری اونا را اصلاح بکنی اونا را به از این خاطر وقتی که سران قریش آمدن پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن تو چی میخوایی از ما؟ چی میخوایی؟ رسول الله صلی صلی سم گفت من میخوایم که شما اینی کلمه را بگوین که باز رهبریت عرب و عجم از شما شود و شما رهبرای سیاسی جهان شوین در دنیا ابو جهل ابو گفت میخواین که رهبری سیاسی جهان شوین و آخرتتان هم در جنت فردوس باشه چی بخوانم؟ گفت بگوین که لا اله الا الله و گفتن عجب انسان است ما می میره بکشیم میره قتل بکنیم امی برنامه را شو ساختی که ما رهبر جهان شویم گفت بله ما می شما رهبر جهان شوین مسلمان شوین الله متعال رهبریت جهان بر شما چی میکنه؟ میده از این خاطر وقتی که ما رضی مسلمان شد دس چند قاره حکومت عمر رضی بود قاری اروپا آسیا و افریقا حکومت عمر رضی الله رسیده بود کشتی هایی که معاویه رضی در وقت عمر رضی ساخته بود بحری مدد ترانه را چهار طرفش مثلا لنگر منداخت این چی بود این بود که عمر رضی وقتی که لا اله الا در حالی که امی عمر کدام عمر بود امو عمر بود که شمشیر خود گرفته بود آمده بود رسول الله صلی چی میکرد میخواست که به قتل برسانه پس الله متعال میگه ادفع احسن تو مقابله بکن با آنچه که بسیار نیک است از سیعت از اشتیها را نحن اعلم الله ما الله میگه ما میفهمیم که آنچه اونا توصیف میکنن چیزایی که اونها میکنن چیزی که برنامه میگیرن چیزی که سخن میگن الله متعال میگه ما میفهمیم